ولایتی که مرد بر زن داره به نظر من ارتباطش مستقیم با اون نفقه‌ای که میده. هرچی نفقه کمتر میشه اون ولایت هم به نظر من میاد پایین تر. شما نگاه خیلی محاسباتی داریم به ایمان. نمیدونم، من ریدم تو اون طرز ازدواجتون. معلومی داری ازدواج میکنی یا استخدام میشی خواهر من عزیز من؟ چه گوی میخورین با زندگیتون؟ من نمیفهمم. آقا راست میگه دیگه، الان توی کشور افغانستان هم همینطوریه. پدر همین دختر و حتی این دختر نگاهش به دختر خودش شبیه یک کالاست که آقا یک کالایی رو ما عرضه میکنیم به ازای یک پولی به یک فرد نر. خود نیما که حالا آب پاکی ریخت، ریدم تو اون ازدواج کردنتون. این نگاه، نگاه دختر پسرای ایرانی نیست. من خیلی جالب بود، یه جام خودش خندش گرفت از این موضوع. ببین یه دیگه ببینیم ما هم دیگه. هرچی نفقه کمتر میشه اون ولایت هم به نظر من میاد پایین تر. هرچی نفقه کمتر میشه اون ولایت هم میاد پایین. منظورش از این ولایت و نفقه چیه؟ اگر مردی 100 سکه نفقه به زن بده، توانایی این رو داره که بگه زن تو اگر خواستی تو سر کوچه هم رفتی باید از من اجازه بگیری. اگه بکنه 50 سکه زن حق این رو داره بگه آقا من میخوام تو سر کوچه برم. دیگه اجازه نمیخواد که اگه خواستم تو سر خیابون برم حق دارم از اون نری که با من ازدواج کرده اجازه بگیرم. و اگر مرد بکنتش 150 سکه، یعنی 50 سکه مثلا اون سری اول بیشتر، یعنی که اون زن حتی اگه بخواد خونه پدر و مادر خودش بره باید اجازه بگیره. مرد اون نر که باشه ازدواج کرده اگه اجازه نده حقش رو نداره اون زن بخواد بره مثلا خونه پدر و مادرش. چرا؟ چون 150 سکه بهش نفقه داده شده. خلاصه این که از اینجور آدم ها دوری کنید. همین؟ بالاخره بعد از دیدن این همه سم بالاخره خدا رو شکر یه ویدیو دیدیم شست برد پایین. منظور این ویدیو چی بود؟ فقط مهم نی، اصلا منظور مهم نی، همیشه بود بود. دقیقا شست برد پایین قبلی رو واقعا. مرسی از این که بود. و میخوام الان کتبه که بعد امتحانی بگیرم. کت باشه یا ابوالفضل، ماشینه نزدیک بزنه لهت کنه عزیزم. وای مواظب باش، حداقل تو خیابون کت باک نکن میزنه خونت میفته گردن یه بنده خدایی. حالا بیا ثابت کن اون یارو که ما کشتیم داشت تو خیابون کت باک میرفت. حالا قاضی مگه راضی میشه؟ کسی قاضی مگه میدونه کت باک کیه؟ فکر میکنی داریش فوش میدی؟ خیلی حرفا قشنگ گفت. میگه راضی اصلا میدونه مگه کت باک چیه؟ خیلی حرفه. تو مثلا در مقام یک قاضی باشی ولی به خاطر اینکه انقدر سنت زیاده و ناآگاهی نابلدی از لفظ‌ها و دنیای تکنولوژی و دنیای امروزی که ندونی کتفاق چیه. راست میگه. جل لب زدم، گو خوردم. آها نه دیگه، ببین اینجا الان نباید بگی گو خوردم دیگه. ببین گو خوردن فایده نداره دیگه، زدی و الان درست کردن اون خودش داستان داره. ولی دمت گرم که حداقل پشیمون شدی، اومدی گفتی پشیمون شدم. خیلی از کسایی که ژل میزنن و تزریق میکنن اینجاشونو میکنن اونجاشونو میکنن، نمیان میگن آقا من رو نشستن روی رید یعنی مثلا دستشویی کردن روی خوابیدن و اینا اذیتم، نمیان میگن که میگن همه چالیه، همه دعوت میکنن به عمل این داستان. افرادی که حالا پروتز انجام میدن یا مثلا سینه میکارن به دور از جونشون باشه، ولی اگه مثلا جونشون از دست بدن و اونا رو دفنشون کنن، 100 سال 150 سال بگذره از دفن کردنشون، اون قبر رو بکنید دوتا پلاستیک اینجا مثلا اون پایین تو خاک بین استخونا وجود داره، چون پلاستیکه دیگه و اون پلاستیک از بین نمیره. تولد الان باید یه لحظه من قیافه رو یه بار دیگه ببینم. الان شما 19 سالته؟ چرا 19 ساله اینقدر 30 ساله است؟ آره این قدرت گریمه دیگه، قدرت آرایشه واقعا. بچه ها به میگن خیلی چیزای دارک وارد ویدیوات میکنی و میایم مثلا یه ویدیو ببینیم کوسیر بگیم بخندیم، اینا بیشتر چیزای دارک وارد ویدیو میکنی که حال مالو اعصاب اعصابمون به هم میریزه. خب چیکار کنیم؟ زندگی همینه دیگه، نمی‌تونی بری فقط چیزای خوب زندگی رو نگاه کنی. که الان یاد یه چیزی افتادم بعد اینو بگم، شاید ذره دارک باشه. یکی از دوستای من که اسمش هم فکر کنم سحر بود، درست فکر کنم که آشن یادم هست اسمش سحر بود، یادش بخیر. ما توی یه بازه زمانی با هم یه رفیق بودیم و این بنده خدا ازدواج کرده بود، توی 15 سالگی ازدواج کرده بود. و اینکه میگم رفیق بودیم، دوست بودیم و با هم یه حرف می‌زدیم و اینو. تو 15 سالگی ازدواج کرده بود، همسرش 10 11 سال ازش بزرگتر بود و وقتی عکس عروسیشون رو بهم نشون داد طوری گیرمش کرده بودن دختر بچه 15
18 ساله رو که قشنگ میخورد 21 سالش باشه. حالا اینم داستان همینه دیگه، برای ویو مثلا طرف اومده یه گیری میکرده، آرایشی کرده. اینم بگم یه یادم میگفتش وقتی که بستنی برام میخرید میومد، دلم هنوز پیشش ها، یعنی هنوز دارم بهش فکر میکنم، میگفت وقتی که بستنی میخرید برام میومد، من اون بستنی رو دستش میدم، انقدر سنم کم بود به خاطر اون بستنی که برام خریده بود میگفتم دوستت دارم. یعنی همسرم بود، داشتم باهاش زندگی میکردم، رابطه جنسی فعال داشتیم با هم دیگه، و من به خاطر خرید بستنی، من بستنی رو میدیدم و ذوق میکردم، بهش کلمه دوستت دارم رو میگفتم. پدر اون دختر رو واقعا باید بی غیرت نامید. غیرت کلا کلمه کوسشریه، هیچ تعلقی اون پدر به دخترش نداشت. تعلق یعنی اینکه تکه هایی از خود پدر در اون دختر باشه، که اینطور نبوده دیگه، هیچ تکه ای از اون پدر در اون دختر نبوده. چون اگر تو بخوای دخترت رو به یک مردی بدی که حالا فامیل همسرت هم باشه، پسر خالش بوده اگه اشتباه نکنم، من اگر جای دخترم بودم میتونستم زندگی کنم با یه فردی که 10 11 سال از دخترم بزرگتره یا نه؟ خلاصه غیرت چیز مزخرفیه، تعلق خیلی کلمش قشنگ‌تره. چپ تهران اولی بزنیم. خانمه رو وسط خیابون نگاه کنید. خانومه شانس آورد، حالا این پاش گیر نکرد زیر چادرش، نخورد زمین، نمرد. دو حوالی بزنید. خانوم چادر یه سکته لاپایی رو رد کرد، یه دونه سکته لاپایی ترت زد آجی رفت. میکنم خودش رو خیس کرده باشه، من احساس میکنم خودش رو خیس کرده باشه، چون میدونین دیگه این افرادی که حالا چادر اینا هم هستن زیاد اعتقادی به چیز ندارن، به اینکه مثلا بخوان باشگاه برن اینا ندارن، چربیاشون رو با خودشون پرورش میدن، خیلی علاقه دارن به چربیاشون. وقتی کسی که حالا مثلا ورزش نکنه تقریبا توقی بخوره، مثلا ممکنه جیش کنه. علی خانم من مطمئنم جیش کرده. جیش ریز، الان دو سه قطره جیش توی شورتش هست. سلام، اگه بالای 30 سالتون رو میخواییم بدن خوشفرم بسازین، حتما باید این تمرین ها رو انجام بدین. لایک خوشگل رو بکوب که بریم شروع کنیم. اگه بی اختیاری ادرار دارین یا موقع خنده یا عطسه کردن ادرار از دستگاه تناسلیتون خارج میشه، این حرکت فوق‌العاده است، چون عضلات کف لگنی شما رو خیلی خوب تقویت میکنه. برای حرکت دوم باستن تا قشنگ بچسبون به دیوار، پاهاتون راست کن، دونه دونه پا جمع میشه و باز میشه به سمت بالا، فشار اصلی پشت پاتونه. حرکت بعدی حسابی داخل رونتون رو کش میده. این حرکت رو 3 دقیقه متوالی انجامش بدین. حالا که دیگه حسابی راه افتادین به پهلو بخوابین، همون حرکت رو به سمت پهلو راست و به سمت پهلو چپ، یعنی هر دو طرف انجامش بدین. اگه میخوای زیر شکمت هم همچین تغییری کنه، کافیه که عدد 3 رو داخل دایرکت برامون ارسال کنی که ترم مهر ماهمون داره شروع میشه. چیز دیگه که خیلی برام جالب بود، بازوهای نیما بود. خب نیما از 4 ماه پیش تا حالا من بکوب دارم ویدیوهاشو دنبال میکنم دیگه، و اصلا معلومه بدنش فرق کرده، یعنی شونه انداخته، بازوهاش در اومده و خیلی فرق کرده بدن. حالا چقدر جالب این باشگاه رفتن نیما خورد به باشگاه رفتن اون خانومو. آره خلاص، این که کارش درسته این پسر. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو نگاه کردیم، امیدوارم توی کامنت ببینم. تا یه ویدیو دیگه، توی خوشگلو به خدای ایران میسپارم، در پناه نور خرد و به دور از گزند ناگاهی باشید. پاینده بادیران.